یکی از اهداف بسیار مهم قوه قضاییه جذب سرمایه های سرمایه گذاران ایرانی که امروز در خارج از کشور هستند. فکر نمی کنی اونی که عقلش رسیده از دست شما در بره بره خارج ممکنه عقلش هم برسه که سرمایه‌شو نگیره همون جایی که ازش فرار کرده؟ گاهی وقتا برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی هم ندارن نمیدونم چرا میترسن از اینکه بیان ایران. واقعا؟ چرا آخه؟ مگه کشور تولید کننده پراید و دارای رتبه دوم اعدام در جهان که نصف مسئولای کشوری و لشکریش تو لیست سازمانهای تروریستین و طرفداراش توی خیابون از دیوار سفارت میرن بالا و تو سر و صورت مردم سطل ماست و اسید و ساچمه میکوبن؟ ترس داره. ما چند نفر میخواییم رو مین بره شهید میخواییم بشن، فقط اون موقعی بود که امام بود. خب شما را بیفتید کتابخونه ها را آتیش بزنید، سفارتخونه ها را آتیش بزنید، خودتونم ممکنه صدمه ببینید. مگه در جنگ خودتون صدمه نمیدیدید؟ شما 300 400 نفر شهید بشید ببینید میتونید اینو بکشید، میتونید اروپا رو به هم بزنید یا نه. میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، همینه ها. البته من از برادران ارزشی خواهش دارم لطفا به آتیش زدن کتابخونه ها کفایت کنن و بی خیال سفارت مفارد بشن. نتیجه آخرین سفارتخونه ای که آتیش زدین این شد که رو بیارید به عوض کردن عکس اتاق و دیپلماسی مالشی. به گفته دادستان عمومی و انقلاب خراسان، پلمبه کل هوایی در مشهد بنا به تصمیم کمیته عفاف و حجاب بوده. هنوزم میترسید بیاید ایران سرمایه گذاری کنی؟ همین که هنوز در توالت‌های عمومی رو برای جلوگیری از ریدن افراد ضد انقلاب نبستن نشون میده شرایط اونقدر هم بد نیست. من خودم شخصا تضمین دادم که آقا شما بیا، در فرودگاه برای شما هیچ اتفاقی نمیفته حتی اگر پرونده داشته باشی. در فرودگاه دقت کنی، در فرودگاه پاتونو گذاشت بیرون فرودگاه دیگه تضمینی بابت اتفاقات توی دادگاه و بازداشتگاه وجود نداره، فقط خود فرودگاه. من تضمین میکنم دیگه. بفرما تضمین کرد دیگه. پاشین پاشین همتون جمع کنید برید ایران، بعد از اونجا زنگ بزنید به من بگید چی شد. خداییش هم هیچ چیزی در دنیا معتبرتر و حساب شده تر از قول یه آخون نیست. وعده های انتخاباتی پرپکان رو هر کی یادش باشه میدونه آخون جماعت سرش بره قولش نمیره.